با درود و سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون توتی. بازم خوش آمدید با یکی دیگر از برنامه‌های توتی باز و ما سمیر رسولی این بار در خدمت شما با یکی از هنرمندان گرامی، کسی که افتخار موسیقی افغانستان هستند و از جمله هنرمندانی که همواره به خاطر هنرنمایی با احساسشان و همچنان چهره جذابشان مشهور بود و فعلا هم هستند. بله بیننده های عزیز، قسمی که در تصویر میبینید آقای نعیم پوپل همراه ما هستند. سلام بر شما نعیم جان، خوش آمدید. سلام سمیر جان، شما خوب هستین؟ زنده باشین، صحت شما خوب است. تشکر. تشکر از تلویزیون توتی، از ترایوی جان، از ارسلان جان، سلیمان جان، کامران جان که مرا دعوت کردن که اینجا آمدم که یک چند کلیپ ها و چند آهنگ ها را یکی شما خلاشت بخیرم امروز ثبت کنیم، ازشان یک دنیا تشکر میکنم. تشکر. اینا هستن که تشویق هنرمند سابقه دار تشویق میکنن که اون خاطرات مردم دوباره زنده شه و کسایی که شنونده ما بودن از افغانستان از قدیم. بله. کلیپایی که یک چهار آهنگ است که من ثبت کردم پیش معروف جان شریف که یک جوان بسیار نازنین بسیار با استعداد دیگه آهنگ ها رو کار کرده، بسیار موسیقی های مادرن رو کار کرده که یکان آهنگ های قدیمی ما میخواییم که بخیر آهنگ هایی که به رادیو خوانده بودم اینا رو یک با موسیقی مادرن بازخوانی بکنیم، معروف جان بازخوانی کنم، چرا که یک با موسیقی مادرن به خاطر که اما خاطرات مردم از اون وقت یادشان مه و جوان های امروزی هم موسیقی باید پروفیشنل باشه که دوست داشته باشن. اینا هم یک آشنایی پیدا میکنن که ما چی کارهایی را در سابق انجام دادیم، چی آهنگا را خوندیم. اون از خاطر آمدیم که بخیر یک آهنگ امروز خلاص شد دیگه. کسایی که آهنگا را در قدیم و یا در گذشته و یا بر بار اول با مو ثبت که اولی شنیده پس دوباره بتانین مو رضایت خاطرشان جلب بکنین با پد بازخوانی با موسیقی نو، یک مقدار بر شما مشکل نیست؟ اگر خدای نخواسته برعکس شد و مردم خوش نکنه و بگه مسابقهایش خوب باشه باز چی خواد؟ بله میگنم برای چه امکان نداره که نگوین، اما ما هم دیگه دمتر دمون یک اولاد نباید مانند دیگه یک همه که پیش و پیش باید دیگه حرکت کنیم کارهای ما مادرن شوه و استاستا و اینا یه فکر میکنم هر کس از افغانستان که برامده رفته در یک مملکت همین موسیقی های مادرن شنیده گوشاشون آشنا شده. پس چرا نخواستین آهنگای نو را البته ایجاد بکنید؟ آهنگ نو هم هست. آهنگ نو هم هست. همین چهار آهنگی هست. یک آهنگ هست که شعر از مسعود جان خلیلی و کمپوز از خودم هست و یک آهنگ دیگه هست که شعر آهنگ از استاد شادکام هست. بله. یا نو هست. دیگه یک آهنگ هست که سابق بر ما زنده از استاد ترانه‌ساز داده بودن. شعر آهنگ از اوناست که چپ راست اونا را این موسیقی مدرنی که با موسیقی محلی برای تنظیم کردن برای من و یک آهنگ دیگه هم است که او آهنگ از استاد شادکام است که یک سال یک چند سال پیش برای من چندین آهنگ روان کردن. بله. همین آهنگ به تار مویت که همین آرام که چند وقت پیش هنرمند بسیار با استعداد و با دل ما و شرافت جان پروانی امو را بازخوانی کردن که ما هم او را باز دوباره خوندیم. بله. شرافت جان هم ما برتان بگویم که بسیار یک هنرمند است که به دلم است. ما افتخار آشنایی را همراهش دارم بسیار. و بسیار پیش رفته نام خدا و موفقیت بیشتر قبل از اینکه آهنگ اونا بخوانن از شما را به تماس بدین یا بعد از او به تماس آهنگ... شدین اجازه از شما گرفتن که آهنگ شما را بخوانن؟ بله بله او کار میکنه یک با احترام انسان هستن از هر کس که میخوانن اول باشن بواسط فیسبوک یک ایمیل میکنن یا ای که پیام میذارن. بله. آهنگ شما رو چطور اجرا کردن؟ بسیار خوب، نام خدا یک صدا داره که هر خم آهنگا رو میتونه بخونه. من خودم راضی هستم. اما اینو خب میدانین که جایگاه شما، صدای شما، استعداد شما، هنر شما کاملا متفاوت است و یک خاص است در موسیقی افغانستان، در اندستری افغانستان و علاقمندای فراوان را دارین و این موفقیت ما بر شما بعد از این سالهای فراوان تبریک میگم. زنده باش سمیر جان، ما برای خودت تبریک میگم که نام خدا چقدر پیش رفتی، همیان همگی میشناسنت
زنده باشه. ما یکی از دوستای ماست که من ندیدم ایشون از نزدیک متاسفانه، اما رسام هستن. بله. حنیف جان نام دارن، در کانادا یک شهر زندگی میکنن. ما یک عکس مرا گفت روان کو، یک عکس مرا رسم کرده بودن بنام روان کردم. بسیار رسام لایق و مهربان و بسیار با شخصیت انسان و بسیار بزرگوار هستن. اونم عکس مرا با یک سگک ما است که در بغل ما بود امورا رسم کردم. و بسیار جالب است که به ما گفت که ما کسایی رو که دوست دارم رسمش میکشم که بدلم بشینن. بله دیگه شما رو دوست دارم. برای ما گفت که سمیر جان ما گفتم والا خوشبختانه من میرم امروی سمیر جان یک مصاحبه دارم با تو تی وی. گفتم من میگم اما مسجد شما رو برشان میگم و ما میخواییم اگر رسم شو بکشم. دستشان درد نکنه. تشکر از شما هم که پیامشان آوردین. سلام ما برشان برسه در هر جایی که هستن. البته در کانادا گفتین، امیدوار هستم که با خانواده محترم خوب باشن. شاید هم در رسانه اجتماعی و بخصوص شبکه های همچو فیسبوک و اینستاگرام اینا پخش شده بود و در یوتیوب اینا که گویا خدای نخواسته صحت شما خوب نیست و بسیار وقت کم دارین و دکترها شما را جواب داده و کدام مریضی آیه دوالتان است که خدای نخواسته نایلاج است. این چقدر دقیق است؟ چقدر ساعتمند است؟ اول خوب براتون عرض کنم که این وقت کم ها این مردم چطور میفهمن برای غیر خداوند ایش کس نمیفهمن. این فقط اینا یک همتر میگن. خب ما یک تکلیف برای ما پیش شد یک نیم سال پیش، این مسئله سرطان بود. بله. از روده بود که باز او را قطع کردم، دیگر دو عملیات شدم. باور کنین که من ریزش کنم، ریزش من را آزار میتم، اونم سرطان من ایش آزار ندارد. اما فضل خداوند او از خلا شده، او را وقت بازم دوباره رفتم چک کردم روده را دیدن، اینا دیگر هیچ کپی نیست، خلا شد. و اینمی آدم خدا به خداوند بسپاره، چیزایش ترس نداره. هر وقت که تایم آدم پوره شده باشه با یک بانه آدم از دنیا میره. بله. خدا را شکر که شما دوباره صحتمند هستین و من هم خدا شما را تر و تازه میبینم، استوار میبینم، صحتمند میبینم. این واقعا جای خوشی است. و در پهلوی شایعاتی که پخش شده بود در قبال مریضی شما گفته میشد که امی مریضی را که شما تجربه کردین، سرطان، بر شما وادار ساخته بود که از موسیقی دور شوین و به نوع بیشتر رجوع بکنین به پروردگار. یک مقدار امی شایعات که وجود داشته می بوده که از امی کارهای موسیقی و اینایتان شما پشیمان بودین، چون حالا که دیگر مریض شدین و می خواهین. این چقدر دقیق هست؟ ما پشیمان نبودیم تا که مردم یادش میاد، تا که یاد ما میاد خود از سر استیج بودیم می خوندیم. این مریضی هم دیگه بانه نشد که شما مریضی هیچ کدام چیز برای من کدام مزاحمت نکرد که من از موسیقی دور شم. شکر. من همین وقتی که کرونا همین مرض که آمد برای دو ماه ما همراه یک هرمونیه یک ساعت یا نیم ساعت برای هموطنهای ما میخوندم، چون که همین قرنطین بود، همه که در خانه بودن. بعد من یک تصنیف نوشته کردم به یکی از آهنگای هنرمند زنده یاد، هنرمند بزرگ احمد زایش جان. بله. اما کوچه ها خالیس رو نوشته کردم، باز مردم بسیار علاقمندی نشان دادم. بعد از او تا یک ماه دو ماه بعد از او آپارتمان که ما کوچ کردیم به یک آپارتمان دیگه آمدیم، دیگه اینجا دارم مشکل بود. اینجا باز در اون تایمی که ما باید برای مردم ما بخوانم اونجا سر صدا زیاد میشد، دیگه نتانستم مزایمت خلق برای آن همیشه هم موزیک ما همی آهنگ ها رو میسازم، آهنگ ها ساختیم. بل. که باز بخیر در آینده ثبت میکنم. مثلا ما یک تصنیف نوشته کردم چندین سال است مردم خوش داره، یا الله ز روی لطفت مدد نما و خاکم که باران رحمت صبح ببارد بر آشیانم. این تصنیف از خودم است. بسیار. مردم اونو دوست دارن. مثلا اینکه چیزهای دیگه که خوندیم که مردم متوجه شوه، یک سابقه بود مثلا روز نوروز از خدا جان ملک ما ویران شده. بله. آسمان این جهنم بر سرم زندان شده. بی خدایان خود به دست خود خراب کردن تو را، بیگناهان را چی آسان از برد کردن جدا. یا رسول الله مدد کن چشم ما گریان شده، میهن آزاده ما تا مای گرگان شده. اینه طور چیزها را نوشته کردیم که یک چند تای دیگه شم که بخیر ثبت میکنم. فکر نکن چو سیم و زر داری به فرمانت شوم، که یه همه شخصیت خودم هم هست، همون تیپ خودم هم هم تر هست.
فکر نکن چو سیم و زر داری به فرمانت شوم، بی سبب از زور ظلم در قید زندانت شوم. گرزن خنجر به سینم غیرتم را باک نیست، آدمیت را بدان تا من به قربانت شوم. دین این چیزا رو نوشته میکنم. بسیار عالی، زنده باشین. خداوند شما را کم نکنه و بسیار خوش شدیم که از احوال صحتمندیتان با خبر شدیم. بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، در این بخش از برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، اما فراموش نکنین که بعد از وقفه بازی عکس ها است و به تعقیبش که بخش سوم برنامه باشه، البته بخش محکمه است که باز آقای نعیم پوپل را شما میبینید که ما چی گونه محکمه میکنیم. با وجودی که اتهامات با او اندازه که سایر هنرمندای دیگه که این جنرای ما بودن نیست، اما ما کوشش میکنیم هم سوالاتی که در ذهن شماست به نوعی از اینا پرسان بکنیم. وقفه کوتاه را میگیریم، دوباره برمیگردیم و بخش بازی عکس است. بازم خوش آمده تلقمندان برنامه توتی باز. ما اینجا در استودیو با هنرمند گرامی و عزیز ما نعیم جان پوپل هستم و برنامه ما ادامه داره. البته در بخش بازی عکس ها قرار داریم و میبینیم که شما چیگونه این عکس ها را که میبینین جواب میتین و استعداد و توانمندیتان اینجا دیگه آزمایش میشه. عکس ها را ما یک گوشه مثل چشم و یا بینی یا دهانه ما کلان ساختیم یا زوم کردیم. شما ای هنرمندا و یا ای پالیتیشن ها یا سیاست مدارا و یا کسای مطرح هستن که حتما در تلویزیون و رسانه دیدین و با دیدن گوشه از امو رویشون شما عدس بزنین که کی هسته. اگر برنده شدین خونه دیگه معلوم میشه که نام خدا اون 100% برنده میباشین و بازم استعداد توانمندی تون هم برنده میفهمن که در موسیقی و کارهای هنری فوق العاده است. در این کار ببینیم چی گونه هستین. خب برنده های عزیز، بیشتر صحبت نمیکنیم، بیاین که ببینیم که کی هست عکس اول و نعیم جان چی گونه عدس میزنن. این چشم ما میشناسین، آشنا است بر شما؟ والا یک چشمش هست، دیگهش نیست دیگه. یک چشمش دم یک چشم باید دیگه شما بشناسین. بله، اما دخترها یا خانمها یا زنها رو دم یک چشم کفایت میکنه. خواهی تلیگان سوال کای میتونه آدم سوال زینی بار بکنه؟ آه بله، راحت راحت. خواننده هستن؟ امکان زیاد میره خواننده باشه. بله والا متاسفانه من نفهمیدم. از طرف خانمتان دلتان جمع باشه، چیز نمیگه، آزادی برتان راحت داره. چیز نمیگه، شاید که خودش نامشون بر من بگوه. اما من از یک چشم دیگه بسیار مشکل است. بودم عدس بزنین یک نفر را نام بگیرین میشه که باشه اگه جزار جان سادات نی؟ نه خیر، اونا نیست. خب ما هم تو گفته بودم شما ما بر شما بازم کمک میشم. از افغانستان نیست؟ خب از افغانستان نیستم. نه خیلی، از افغانستان نیست. از افغانستان که نیستم، از من گوگوش هست. فکر نکنم. اما چشمش میمانه به من گوگوش، میمانه به خانم گوگوش. اگر اونا باشه او چشم از نزدیک شما دیدین دیگه اتمن؟ والا دیگه چشمش گوگوش کی ندیده دیگه. هر کس در تلویزیون که آدم آهنگاش میشنوه چشماش میبینه. ما متاسفانه تر از نزدیک افتخار آشنایی هم باشون نداشتیم. بله، بسیار دوستشان دارم، بهشان احترام دارم، بهترین خواننده هستن. فکر میکنم شاید همون باشه. خب بیاین ببینیم بیننده های عزیز که آیا اونا هستن یا نه. و خوب است که اینو دیدیم. کاملاً کاملاً شما برنده هستین. خانم گوگوش، خانم گوگوش، هنرمند مطری ایرانی. بله بله، بسیار خوب، هنرمند، بهترین هنرمند. شما هم از جمله شنوندهایشان هستین؟ ما 100% از افغانستان شنوندهایشان بودیم. بسیار مقبول میخوانند، بسیار به جای میخوانند. و اینطوری خواننده است که خواندن توسط احساس خود تمثیل میکنند. شما سفر به ایران داشتین، با اونجا همراهشان ندیدین؟ ملاقات ولات اونجا ایران هم دیگه یک کلان جای است، منتها اون جایی که ما کنسرت پروگرام داشتیم اینا نبودن. بله، و کابارایی که مثلا اینا کنسرت داشتن ما نبودیم، در دیگه کابارا بودیم. تلویزیون هم قدر کلان تلویزیون بود، وقتی که ما ثبت کردیم اینا رو ندیدیم در تلویزیون.
موتور مجلس برابر نشدیم هیچ وقت که من اینا را از نزدیک ببینم. اما بسیار جالب بود که در افغانستان بر ما خط روان کرده بودن که این عکس خود تو گوگوش عروسی کردی ماشین دیدیم بر ما روان کرد. خود فامیل ما بر ما میگه. همین شایعات وجود داشته که شما که افتخار آشنایی نداشته باشیم چطور عروسی میکنم ما منتها ما مردم که هستیم خداوند زنده داشته باشه افغان ها را بله زود یک اپ هم میسازن یک اپ زود بلند میکنن چند روز معلوم نیست که یک مدت کوتاه هم شما آرسی نکرده بودین نه خیلی نه هیچ نه نه من دیگه حالا مجبور هستم که کمک سیغه آتش پکک کردم میرم در اونجا خو سیغه هم رواج است بله خب محاکمه بازی هم هست باید از آن مجرم آدم باید آه بله اون محاکمه مانده کل همین تمام اتهامات در اوجه هم جواب میتین و به مخاطر مال سر زیاد نمی پیچم انسان قابل احترام هست قابل احترام هست بسیار عالی شما برنده ای اکس هستین بیننده های عزیز بعض موضوعات داغره که اتهاماتی که بالای هنرمند ورزیده ما وجود داره او را در بخش محکمه پرسان میکنیم به مخاطر ما بسیار علامت نمیخوایم که خدای نخواسته شما را راست خدا یک دفعه نگو یا یگان دفعه میشه که شما یک چیزی را بگین باز دیگه خلاص همه ما شما در جنجال باشیم به مخاطر جنجال نیست مخصوصا هیچ آرسی و نارسی خوب هیچ جنجال نداره کدام جنجال نداره او حقتان هم است بله خب عکس اول شما برنده هستین بیاین که بیننده های عزیز ببینیم عکس دوم از کی است و در مورد از اونها شما چی گفته دارین باز یک چشم است و عینک دارم اگه من دفعه اینا هم از افغانستان نیستن اینا از افغانستان است هستن؟ آه بله اینا از افغانستان است او بله از افغانستان هستن در امریکا زندگی میکنن؟ در امریکا زندگی میکنن همراهشان هم دیدین شما حیدر جان سلیم خونید؟ نه خیلی نه کمک دکام همراه شما میشم ای که قبلگاه اینا از جمله کسای بسیار عزیز و دوست و بسیار نزدیک بوده بر شما او والا؟ بله متاسفانه من نخوندیم در سالگرد قبلگاهشان هم شما همراهشان صحبت داشتین او رشاد جان است؟ کاملا رشاد جان ظاهر است بله او والا رشاد جان ظاهر راست میگه من خود دیر است که ندیدمشان بله بله آه بله رشاد جان ظاهر پسر مرحوم محمد ظاهر و بسیار با استعداد آدم است رشاد جان همون رو میخواستم پرسان بکنم از شما که شما خو نمیخوای مقایسه صحبت بکنیم که پدرشان خو واقعا یک هنرمند استثناء و یک هنرمند که یک جایگاه خاص را داره اما هنر رشاد جان ظاهر شما چی گونه میبینین؟ رشاد جان ولی بسیار آدمی با استعداد است اما منتها به نظر من داره تنبل است تنبل است بله آه اگر که خوب بزنس داره کار داره باید زندگی خود پیش ببره اولاد داره است نام خدا بچه ایشان بله ما شون دیدیم بچه ایشان یک مقبول میخوانه بچه خود از اینا او یه همیزه اکاردین میزنه بسیار مقبول میخوانه خود رشاد جان خوب کمپوزایی بسیار خوب داره خوب پس چرا با مو که تنبل که میگین شما و یا کمکار که است دلیلش درست است که مسئولیت کاری دارن اما فکر نمیکنین که یک مسئولیت دیگه هم اینا دارن در پهلوی امی کارهای زندگی خودی که امو نام پدر خود را همیشه جاویدان داشته باشن طبیعتا اونا خب خودشان با مو لگیسی و جاویدانگی خود وجود داره زندیات احمد ظاهر بله. اما اینا هم استعداد خوب را داره قسمی که شما میگین باید کار بکنن بله؟ باید دیگه باید حال ما از این تاریخ تلویزیون و از رشاد جان خواهش میکنم که یک در کار خود ادامه بته ادامه خود داده اما من تا یک آن کارهایی که موزیسین های خوب داریم ما بسیار مثلا این استادیوی ای استادیوی تی تو تی تی وی استادیوی فیلم برداری هایی که میشه کلپ هایی که درست میشه میتونن استفاده کنن دیگه من نمیفهمم ولی ما خواهش میکنم که امیر یک ذره زیاد کنه یکان آهنگا رو بخونن یکان فیلم برداری گفتم میشه پدرشون بسیار دوست نزدیک شما بوده برادر بسیار رفت آمد داشتین نشست برخواست داشتین مثل برادر باره برادر کلان ما باره بود برای من البته یک دو سه سال چهار سال فرق داشتیم مقدر نه اما منیس برادر کلان ما باره بود بسیار یکانه هنرمندی که در افغانستان باور کنه جوانا را تشویق میکرد احمد ظاهر جان بوده دیگه هنرمندا نه من شاهد هستم که در رادیو میرفتم چشم رو میگرفت تا یک دانه خواندنم
اول که رفته بودیم که باید ثبت بکنیم. بسیار سخت میگرفتن، خوش نداشتن جوان ها پیش به این. بله. هم محمدزاده جان هم جوان ها رو که میده صداش میشنید، میگو بچه یک خواندن مرا بخوان، اینی خواندن تو بگه بخوان. رادیو میبردش، برش تلفن میکرد که برای ازی یه طور یک انسان خدا بیامرز خوانموز که دم قلب ما تا می ثانیه را چی که با تازنده باشیم در قلب ما هست. او انسان که ایچ هنرمند در دنیا تا حال اتر نبوده، حتی امی الویس پرسلی و امی مایکل جکسون اینا که بعد از مرگشان دینم شهرتشان زیادتر شده باشه کمتر نه. همی آمد زاید هست. بله. آمد زاید بعد از مرگ شهرتش بسیار زیادتر شده. نشده؟ کاملا، یعنی گپ شما دقیق است. بله، نکته خوب را اشاره کردین که بسیار همکار بوده با کسایی که نو دوست داشت جوان ها را کمک میکرد. شما خودتان اجرای هنری داشتین امرایشان یا نه؟ ما نخیر نه، ما فقط این همین وقتایی که بود که ای افتخار ما بود که خویا یک الگوی ما بوده دیگه هم زایر. من دوستش داشتم، با شکر خداوند که اونام ما را دوست داشتن. کانتیننتال میرفتیم، ما بازی اونجا میکردیم، یک جای حامد چاجان علم امرای ما بود. بله. یک آهنگ که من خودم کمپوز کرده بودم رو در افغانستان خوانده بودم، او رو آمد زایر جان خوان، من بسیار افتخار کردم. خوشم آمد، گفتم او ایتر یک آدم، ایتر یک هنرمند میخوای کمپوز مر بخونه، همین قدر را سر کنید، شب را سر کنید، غم دنیا را سر کنید، یک کمپوز از خودم هست. باز در برما یک آهنگ خدا داد، ای سرود واپسینم، بله. او رو من در رادیو ثبت کردم. عکس دوم هم شما برنده شدین، با وجود که من امرای شما کمک کردم، اما شیرنیشه باز تقسیم میکنیم. توفیشت باز یک 25% شما داده. نه نه، اما 80 یا 100% شما. نشاد جانه، چون من امرای اینک ندیدیم. امرای اینک ندیدیم، این بسیار اگه عکس خاص شان است. من سابق که دیده بودم شان اینک. بسیار عالی. بیاین ببینیم که عکس بعدی کی است و نظرتان در مورد زنا. باز چشم است و از یک دختر خانم است، از افغانستان است، هنرمند است. چی فکر میکنید کی خواهد باشه؟ والا هر هنرمند که هست بسیار چشم مقبول داره. آوازشان هم خوب است. 100% دیگه آوازشان خوب است. این سیتا جان قاسمی نیست؟ کاملا عدس شما دقیق است. باور کنیم باید. نه خوبی بینیم. ما صداشون بسیار دوست دارم. مگم دمید چشمای خانمها رو زود میشناسین. از رشاد جان ظاهر چند دقیقه گرفت. والا چشمای رشاد جان ما خود از زیاد متوجه نبودیم. چون از خانمها رو خدمت متوجه هستیم. خانمها خود هم یک ویدیو که میبینیم این عکسشان مثلا. یه چیزا در آشنا میشدم. تا رشاد جان ما خود از زیاد برابر نشدیم. شاید کل زندگی ما که دیدیم یک 5-6 دفعه دیدیم. زیاد ندیدیم. سیتا جان قاسمی رو خوب من غیر در تلویزیون دیدیم. همین سیستم صدایشون من دوست دارم. هنر و آوازشون دوست دارین شما؟ باور کنین این آهنگا که میخوانن بسیار به احساس میخوانن. من خوش میه. بسیار به احساس میخوانن. آهنگای بازخوانی که کده همون بچه نشوهای دل و این ترگپار بسیار خوب خواندن. نام خدا موفق باشن. اگر مقایسه ای صحبت بکنیم از این دختر خانمایی که البته بعد از شما و یا در نسل نو میخوانن، کی رو بیشتر شما دوست دارین؟ همه گیشون هم بله، آفرینشان، اینا تاق جایشان در تاق بلند است پیش من. یکیش اگه انتخاب کنین؟ یک زحمت میکشن اینا، یک زحمت میکشن، کلپای بسیار قیمت مصرف میکنن اینا، سفر که اونجا موزیکا، خود استیج بسیار خوب گرم نگاه میکنن. من دیدیم یکان پروگرامایشان هم مردم ازشان راضی هستن اینا. میفهم این بهترین خواننده پیش من کی هست؟ اونمو که مردم راضی باشه ازشان. یکی رو انتخاب نمیکنین؟ نه نه، بخاطر از اینکه من اوتر شنونده اصلی یکی از خواننده خانم ها که است، شنونده اصلی شان نیستم که من باشم. مثل از اینکه من از آمد زایر جان بودم مثلا، از میده حسن خان بودم اینا، اما آهنگاشون رو که میشنم بسیار خوشی میاد. برایشان موفقیت هم از خداوند میخوایم. اینطور گرد نمیتونم بگویم که کدامشان خوب میخوانن کدامشان خراب. آخه هیچ وقت من گفتن نمیتونم خراب خود گهیش نیست، بخاطر که کمپیوتر صدا رو سر میسازه. صدا رو سر میسازه، اینا بسیار خوب. در وقت زمان شما خور رقم نبود دیگه. باور کنیم همه گیشون من دوست دارم. زنده باشین. این بخش و یا عکس سیومی را مستقیما شما 100% میسازه. یک چیز دک میگم که مثل برادرزاده موارس، امی دختر رحیم جان مهریار، شبانه جان مهریار، شبانه جان اونو یک داده چون همون صداش، همون گمک ها، کارهاش، غزل خوشم من زیاد و بیشتر اونا خوشتر میاد. بسیار تشکر. لطف شما از بین. ببینیم که عکس بعدی را که کی است. این گپ از چشم گذشت تا حالا صاحب به دهن رسیده. بله. اینا از افغانستان هستن؟
اینا هم از افغانستان هستن، هنرمند نام هستن؟ بله. هنرمند هم هستن، آل میخوانن؟ آل هم میخوانن و شکر خدا آیات هم هستن، بله. و از هنرمندای سابقه دار و از هنرمندای که سالای فراوان رو در موسیقی افغانستان خدمت کردن از اون هست. بله. بله. یک کمک دیگه هم میشم، شما از جمله علاقمندایشان در اوایل کارتان در موسیقی بودین؟ اوایل کار بودین؟ بله. استاد ناشناس بودین؟ عدس شما 100% درست است. بله اما درست است دیگه که بودین؟ بله. من میره میخوایم حالا شما پرسند بکنم که شما را بیشتر مردم با امزایر جان نزدیک میدن، اما گفته میشه که در اوایل کارتان شما از استاد ناشناس پیروی میکردین. و یه خیشایام داشتین ما؟ بله. برای از اینکه داشتین یعنی حالا خلاص از خیشایی؟ نه دیگه، من خیشایی دیگه خوار من فوت کرد دیگه. دو خوار مثلا دو برادرای که خوار استاد ناشناس پرسی کرده بودن، یکیشون بله که وا فوت کردن، عزیز جان نفیس او امره خوار ما پرسی کرده بودن. و دومی که ما همون که شروع که شنیدیم که صدا را که ما حتی یکان آهنگایشان را در کنسرت ها میخوندم، صدای خودشان را میخواستم بکشم که استاد ناشناس بودن. در اول تقلید میکردین آواز از آوازشان؟ ناشناس بسیار دیگه، اون وقت ها خوب میفهمیم که استاد ناشناس در همه هر وقت استاد هستن یا بسیار بله بله بسیار مقبول میخوانن، بسیار خاطرات دارن از صدایشان، از فهمشان. باز بعدا راست استاد خواستین که امو الگویتان تغییر بکنه امزایر جان شوا؟ امزایر جان باز شد، امزایر جان که باز شناختمشان و خواندنشان رو شنیدم. باز استاد ناشناس باز دیگه اونقدر زیاد هیچ کنسرت نداشتن که ما بله میرفتیم. کارهای هیچ جای نمیخواندن. بله بله بسیار خوب. سلام ما برسه به استاد بزرگ استاد ناشناس عزیز. بله آرزوی بله سرمندیشان در هر جایی که هستن و فعلا هم که در لندن به سر میبرن. داریم خداوند کمشان نکنه سرمایه موسیقی افغانستان. بله بشک. آمین. زنده باشین. خب خوب شد که موضوع خوب رو اشاره کردین که اینام در زندگی شما رول داشته. بسیار خوب است. ببین که عکس آخر رو ببینیم و بعد از او بازی بخش بازی اکسا ختم میشه. این دیگه 100% آدم باید بشناسه دیگه. اینه باید 100% بشناسین. مسئله لب است و لب هم دیگه بد گفتنی نیست. آریانا جان سعید نیست؟ نه آریانا جان نیستن. از افغانستان نیست بر شما باز کمک. از افغانستان نیست. از من از هندوستان هستم. از کشورهای همسایه هست، هم زبان هم هست. خب الله خیر دیگه. باشن ما بهتون بگویم که از ایران هست حتما. از ایران هست بله. این حال ببینیم که با این لب خوب آشنایی دارین شما ندارین؟ باشن خدا خوب نزدیک. خدا خوب نزدیک. والا خانم مهستی نیست؟ نه خیر نه نیست. خب لب شکمه که شباهت داشت به خانم مهستی. دیگه من نمیفهمم برای دیگه شهرت شهرت. نه خیر. خب لیلا فروهر است بخرم. امکان زیاد داره که امینا باشه. بیاییم ببینیم کسی هم. ببینیم ها. مگم چرا قدر شما رو وقت گرفت که نشناسی؟ برای اینکه لبا را خوب پیش خود مجلسان داشتم که کدام لیلا جان و فروهر بسیار خواننده خوب، بسیار مقبول میخوانند. دیگه اون همه گی میشناسند. آه بله بله شما امرایشان از نزدیک امرای اینا کنسرت داشتیم. کنسرت هم داشتیم امرایشان بله. گرد دیم صحبت کردیم میشناسمشان. بسیار خانم خوب هستن، بسیار خانم موفق هستن، از طفولیت در هنر در موسیقی کلام شدن. البته و... دوره ایران شما صحبت میکنین؟ نه همینجا در لس آنجلس. در لس آنجلس هست؟ در ایران خونه ایده بودین شما؟ در ایران چرا؟ در تلویزیون که ما میرفتن در اونجا در اون جایی که همین گریم میکردن ما را اینجا اونجا در اونجا لیلا جان هم اونجا بود مثلا اونجا دیده بودم دیگه. ما هم در لس آنجلس که چند پروگرام را یک جای داشتیم. یک جای داشتیم. خانه آباد زنده باشین. زنده تشکر. بسیار خوب درخشیدین، تمام اکسا را تانستین که جواب بدین. قرار کردم که در محاکمه در یک کمک براعت بگیرم براعت حاصل کنین و ما طرفداریتان بکنیم. اما واقعا خاطرات بسیار خوب را شما شریک ساختین با بیننده، گپا و قصای جالب را و شما برنده بخش هستین. حتما توفیه چیزی نداریم بر شما. امی که شما را با خود داریم بر ما تحفه است. سمی جان خان همی که همی کلپ های ما رو درست میکنن، همی ترایویژن همی خود توتی این همی کلان توفه هست برای ما.
لطف شماست، تشکر. به خاطر که مردم ما خاطراتشان زنده میشه، مردم ما یک چیز خوب میبینن. بله. ما تنبلی کردیم بسیار زیاد، ما خود از زیاد کلپا را هیچ وقت نشده برابر که ما سرش کار کنیم و تمام چیزا. بله. اما اینمی اولین دفعه است که یک پروفشنال کلپای درست میشه. تشکر، زنده باشین بیننده‌های عزیز. بخش دوم برنامه در همینجا به پایان میرسه، بازم وقفه کوتاه میگیریم، اما بخش سوم برنامه که بخش اخیر برنامه، بخش محکمه است، شروع میشه و شما میبینید که ما چگونه آقای نعیم پورپل را محکمه میکنیم. وقفه میگیریم، پس دوباره در خدمت. بیننده های عزیز تلویزیون توتی و علاقمندان سرسخت برنامه توتی بس، بازم خوش آمدید و بخش جالب برنامه یعنی بخش محکمه است و اینجا آقای نعیم پوپل محاکمه میشن. در گذشته کدام بار شما در محاکمه یا در محکمه ظاهر شدین؟ نه والا از ما خاطر ایست نمیفهمیدم چی کنم والا از کجای چوب محکم بگیرم چی رقم استاد شدم. تجربه اول تان است؟ نه این هم یاره دیگه تجربه. اگر محاکمه ایتر با خوشخویی باشه همیشه همه خوش دارم محاکمه شد. اما تا قاضی خوش برخور دارم؟ قاضی نازنین مثل خودت هیچ وقت نشده نیفرد خدا. خدا را شکر. اما خوب است که ایرم تجربه بکنین امروز. امروز تجربه میکنم. ببینیم اگر خوب بود باز نکن کارهای خراب میکنم که باز محکمه شدم. خب بیاین که محکمه امروز به شکل رسمی آغاز بکنیم. دست راستان به شکلی که ما بالا کردیم بالا بکنیم و قسم یاد بکنیم و البته به تعقیب ما تکرار بکنیم. من نعیم پوپل. من نعیم پوپل. در محکمه توتی باز. در محکمه توتی باز. قسم میخورم. قسم میخورم. در مورد هر آن چیزی که صحبت میکنم. در مورد هر آن چیزی که صحبت میکنم. صادق میباشم. صادق میباشم. و تا آخر صادق میمانم. و تا آخر صادق میمانم. محکمه ما به شکل رسمی شاخص است. بالای شما اتهام است که شما یکی از هنرمندان مطرح و نام‌آور افغانستان هستید، اما از افغانستان که برآمدید بجز یک بار دیگر به افغانستان برنگشتین و در پهلوی مردمتان نبودین و در غم و خوشیشان با اونا یک جای نبودین. رسالت هنری شما اجاب نمیکرد که پس دوباره به افغانستان برگردین و همراهشان باشین و با علاقمندانتان از نزدیک برشان خدمت بکنین. والا این کارتان، این حرفتان بالکل درست. ما یک بار دوبار یا سه بار رفتیم، اما قاضی صاحب محترم هم یک انسان که از افغانستان میبراید در یک جایی که وقتی که آواره بودیم در یک مملکت زندگی میکنه، برای خود تا که زندگی رو درست میکنه دیگه باز بسیار مشکل است که پس برد افغانستان باز از سر یک زندگی رو برای خود درست کنه. من خودم یک انسان بسیار آرام هستم، خوش دارم زندگی آرام داشته باشم، اما جایی که نارام باشم از رقم زندگی کرده میتونم. من یکانه چیزی که بسیار زیاد مایوس میشم که در خاک خود آدم برای آدم باید بادیگارد هم رفت ببرد. بادیگارد در خاک خود آدم. مابلی دوار. اونم من رو بسیار آدم میداد از خاطر دیگه. دو تا تماس دارم. بله. تماس دارم و اینطور مرض هم آمد. برابر هم نشده. شاید سال پس ها رو دیگه بخیر. برم افغانستان. چرا افغانستان خوب وطن ماست، اونجا توارث شدیم. تشکر از جواب شما. بازم بالای شما اتهام است که شما هیچگاه در بخش هنر موسیقی دست کسی را نگرفتین که در راه هنر موسیقی کمک بکنین. بله. اگر کدام کس نوکار و میخواست که چیزی را از شما بیاموزه، شما منعیسته که یک چند قدم از اونا که در پیشتر در یه عرصه گذاشتین، کسی را کمک نکردین. با خاطر که در موسیقی یک چیز است که آدم باید شاگردی کرده باشه که باز پس اجازه شاگردی را که کس شاگرد بگیره. چون ما متاسفانه هیچ برابر نشدیم که شاگردی کس باشم و خودم با او سویه موسیقی را علمی یاد نگرفتیم که ما کس را یاد بتم. اگر نه ما هنر ما چی میگن پیچکشی تمام مردم هنرمنده و حتی آهنگ بتانم کمپوز کنم برشان و کارها را
مسلکی درس دادن میتونم چون که من همتون سر به خود تا لیره که میخوانم سر به خود همتون شروع کردیم به شوق هنرمندایی که من دوست داشتیم. اما به این معنی نیست که شما دست همکاری اگر کسی بر شما دراز بکنه او را رد بکنه؟ نه، هیچ وقت من رد نمیکنم. چیزی که من خودم تجربهش دارم 100% باش بیاد میکنم، همون تجربه کار خودم. تشکر، جواب شما را گرفتیم و در مورد پاسخهای شما بعدا قضاوت میکنیم. ولی بازم میخوایم بگیم که بالای شما اتهام است و یک اتهام دیگر است که شما گویا در محافل هنری و در جایی که کنسرت میداشته باشین و اجرا میداشته باشین بیشتر مشروب مینوشین و گفته میشه که شما وعده که مشروب مینوشین بناوه از خودم به خود میشین و نمیتونین کمو اجرای خوب داشته باشین. این تا چی دقیق است؟ آیا شما همچون یک کس هستین؟ ولاد سابق بوده یکان پروگرام ها چرا نمیخو راست میگم بخاطر از اینکه ما یک آدم استم که یک هنرمند که میرم اول هم خود و نفرای معفل میارن درنگ برم حاجت از این نیست که من خودم ببرم خودشان خراب میکنن آدم گناه خودشان هست خودشان هست اما خودشان اما در این گناه خود شما هم شریک هستین ما در این گناه 100% شریک بودیم حال نیست حال نیست تقریبا 1.5 سال شد یا 2 سال شد نه والا این 2.5 سال شد هیچ درنگ دیگه بس کردیم من به خاطر که همین انسان سنش که زیاد شده میره و اینا همین سنگینی هر کس خدا میشناسن همین ما دیگه درنگ نکردم به خاطر که همی شخصیت ما بله که همی حال از همی سنگینی ما دیگه برای ما اجازه نداد که من درانگ باشم با این جرمتان اگر شما را ما خدای نخواسته به دار بزنیم چی فکر میکنین؟ همی جزای کافی است؟ وقتی که بس کردیم دیگه چی به دار میزنیم دیگه خوب همون وقت میدادن که این نمیفهمیدم دار چی هست خب پاسخ شما را گرفتیم بدترین چیز هم از برتان بگویم درنگ خدا شاهد است درنگ که آدم هم یک کل زندگی آدم از پیش آدم میگیره کار خراب میکنه آدم فامیل آدم آزار میته رفیقای خود آزار میته صحت آدم خراب میشه کسایی که درنگ میکنن نوش جانشان خودشان میفهمن اما عاقبتش خرابی است عاقبتش این می مردم هایی که مملس میشن در اینجا که میبینین تمام چیزا و نمو زیادترش از درنگ سرنوشتش هم بیرست بله ممنون شما تشکر پاسخهای شما را گرفتیم اما اتهام دیگه هم وجود داره و این اتهام بالای شما ای است که شما فرصت خوب را که در ایران داشتین و بعدن که با هنرمندان ایرانی به تماس بودین از دست دادین و نتانستین که با هنرمندان ایرانی بیشتر بدرخشین، بیشتر کار بکنین و موسیقی افغانی و ایرانی را با هم مشترکاً پیش ببرین شما بیشتری فرصت ها را از دست دادین و مصروف بعض شایعات که شما با هنرمند در ایران ازدواج کردین با کسی شما در این مورد چی میگین؟ آیا چه فرصت ها را از دست دادین؟ حالا ما خود در لس آنجلس که آمدم اینجا همراه ایرانی ها دوست بودیم همیشه همراه آقای ای بی بوده شهرام بوده آقای داریوش بوده اینا بسیار رفت آمده که میشیشتم شمانه همراهشان خودشان رو نگر میفهمند که من همیشه همراهشان میشیشتم اما یک چیز براتون بگویم وقتی که از وطنت که میایی در اینجا که مهاجر میشه آدم یا در امریکا یا در اروپا یا نه اما اجتماع ایرانی ها خوش دارن که بین خود باشن چون وطن را دق میشن پشتش بله امی هنرمندایشون میخواید بین خود باشن اینا رو ما هم که تو بین افغان ها که آمدیم خواستیم که امرای افغان های خود باشن دیگه وقت برای ما پیدا نشده که ما پس برم امرای ایران و هم بین خود بودن و ما هم و ایران برتان بگویم که بسیار کارشکنی هم کدن در لس آنجلس کسی دیگر اجازه هم بسیار مشکل است که در بین از اون آدم داره یا ایران نیست نه لس آنجلس اما در ایران هم شما بودین در ایران دیگه باز در ایران خوب فرق میکرد آرام مردم بودن مملکتشان بود آرام بودن تلویزیونشان بود دیگه کدام چیز نداشتن که پشت ایرانی خود دق شوند که امرای یکی دیگه یک جای باشن حالا هر چا تا خپل وطن کش میکرد به خاطر از اینکه ما هم آمدم امرای افغانای خود بله اونا هم امرای ایرانی های خود پس باز یک آهنگ ازدواج هم دیگر شما رد میکنیم نه ازدواج خود نخواهی نبود شما یاد بود نه نخواهی امی خواندن من رای اونا فتان خانم روی خواندن قدیم اونا خود باز هم یکم کاری بود دیگر اونا هم برای خود هستن هر کدام مصروف زندگی خود هستن بسیار مشکل است مثلا من یک آهنگ امرای آقای ای بی خونده بودم ای بی
او را میخواستم که نشر شود. امون وقت امون ایوی جان رفیق ما دوستم است، بسیار سال هاست که ما امراش گفت نزدیم، برابر نشدیم. همون رو در اون وقت که ما میخواندن زد زبی رحمی و تیغمی را یادی را بزنیم، شاید ثبتش در اونجا پیش از اونا هست. بله. اما ونمی هنرمند های دیگه و شیخ چوان چیزایی گفتم که نتمنه مو کار باز نکرد. نتانستین کم کاری داشت. نه خودش باز نکرد. خودشان نخواستم. باز ما تناو خوندم را. تناو را خوندم. بعدم فرق نمیکرد برای ما خود چون تناو خوندم موزیکاش بسیار تنظیم های خوب. تنظیم کننده های بسیار منو چرش چشم آزر. مثلا آندرانی که خدا بیاموزش. نوید نحوی یک همی که دست خوندن های خانم فدان را زیاد تنظیم بکرد بسیار خوندم. صحبت های شما را شنیدیم، فقط یک اتهام اخیر و یک کوچک دیگه هم وجود داره که در مورد زوام ما میخواییم از شما بدانیم و شما در موردش روشنی پرتین. این که شما در این اواخر مصروف یک کار دیگه که کار هنری نیست، در او هستین به این معنا که یک سگ دارین شما که اگر ایوان بسیار مهربان هست. یک تام نیست، دوتا هست. و بیشتر وقتتان هم میگن که وقف امو دو دانه سگ میکنه نسبت به ای که شما در کارهای هنریتان برسیم. نه کارهای هنریم خود جدا تو رو خود همیشه میرسم، اما من تا او گکام دیگه ضرورت دارن. خب پیش خود وقتی که آدم نگاهشون کرده که چرا آدم برش نرسن، یک بیرون بردن است، یک ساعت ناز دادن است. بعد از ای که میم خود موسیقی ها میگن دفعه خسته میسازید، یعنی سگا که در بغل بگیری بله که ما خودم میگم، من افغان ها عادت دارم بگیری یا نه که میگیرم. بله. همیشه بر از اون بگم. بله. مونمو سگ مرا آرام میسازم و بسیار با محبت است. بله. بسیار یکان کامنت های عجیب غریب، بسیار نه بسیار کم. بسیار کم یک ده نفر نه نفر قدر ها. و ما حق دارن به خاطر که دمو فامیلی که کلان شدن که از پشت از اینا از سگ بد میبردن. اونا دیگه خود دیگه جایی نبودن که فکرشان یک جای پیش رفته که مردم سگ دارن ببینن اینا، اونا حق دارن. هر چیزی که گفتن بر من بی تفاوت است، سرمه هیچ تاثیر نداره. خود مردم ما که هستن اون جوابشون میتن، من هیچ نه. بله. اونا خودشون جواب میتن. من سگ دارم، سگای خود بسیار دوست دارم، مثل اولادای خود دوستش دارم. در افغانستان در روی اولی بوره نگاه میکنم، از ما خود داخل خانه است. داخل خانه است. برس دندان کریم دندان دارد. مثلا واکسین نشان همیشه مثل یک اولاد خورد باری پاسپورت داره. بعد کل چیزایی که از اونمو اینمی که برای یک طفل خورد است برای زینا است. شاور دادا میشه وقتی که بیرون میبرم شم پس میم روی این بی بی وایپ بار. یا از خود سگا وایپ شان است. اینمی را پایکاش پاک میشه، دستاش پاک میشه، اینو پاک میشه دیگه. اینو تشکر، زنده باشین. اگر به جای قاضی یا به جای ما شما باشین، اتهاماتم شنیدین، خودتان هم پس پاسخ دادین، بر خود چی گونه یک جزا تعیین میکنین؟ والا بر خود یک جزای تو نیست که من تعیین کنم، دیگه دیدم که کدام کار خراب نکردیم. جایزه هم خودم میدم که از بین مردم ما که آدم از سیر برد، یک تعداد مردم هایی که دیگه زندگی خود از سرش رای نمیزنن، ما و نزنم و بین از واقع برامدم اینمی کلان جایزه برای خودم باید خودم بدم، چون که اونجا خودکشی است. بله. هر شب خودکشی است، هر کسی که در مجلس میدره یک مواد مخدر در جبش. بله. اونجا بشه صبح میشه باز شب میشه اینا. شکر خداوند است که نمی از اونجا خود کشیدم و اونم خاطر خدا یک جایزه میتم که از اون جمعایی که بسیار زندگی آدم خراب میشه بسیار سخت است آدم خدا بگیر. تشکر. بینیدای عزیز، صحبت‌های آقای نعیم پوپال شما هم شنیدین، ما هم در محکمه توتیباز شنیدم. واقعا ما میتونم بگم که اولین هنرمندی که اینجا هستن برات حاصل میکنن نزد ما هم در محکمه ما هم، به خاطر که واقعا مشکل است که یک دشواری و یک سختی و یک تجربه تلخ را سپری کرده باشی و پس دوباره بتانی که سر پای استاد شوی و تمام چیز را پشت سر بگذرانی و بخوای که یک زندگی پر از خوشی با خانواده داشته باشی، این خودش قابل تقدیر است. و ما شخصا آمدم خود صلاحیت میتم که شما را برات بتم و این موفقیت برتان تبریک بگویم، به خانواده تان تبریک بگویم، به همسر نازنینتان که امرایتان همیشه دستیار است، همکار از بازی تان است. صفیه جان
دیگه شما در محکمه ما برات حاصل میکنید. این رسما بر شما مبارکتان باشه. اما بینندای عزیز، مردمی که صحبت های شما را شنیدن، پیام شما را شنیدن، گپایتان را، اونا قضاوت خود می داشته باشن و باز قضاوتشان شما در عکس العملشان میبینید. در پالی از اینکه ما شما را برات دادم در محکمه توتی، باز یک جزای کوچکم بر شما هست که شما باید یک آهنگ زمزمه بکنین و با زمزمه ی آهنگ ما شما برنامه را ختم میکنیم. ای آهنگ مو از دستت فغان فغان دارم است. ای آهنگ منیست یک جزا باید شما بر ما زمزمه کنید. از دستت فغان فغان دارم، از دستت فغان فغان دارم، قلب خون چکان چکان دارم، قلب خون چکان چکان دارم. ای پری را تو بشنا فغانم، گرچه پیرم به عشقت جوانم، او گرچه پیرم به عشقت جوانم. ستیر عشق تو را دلبر، ستیر عشق تو ای دلبر، من به دل نهان نهان دارم، من با دل نهان نهان دارم. به به، نام خدا است. واقعا افتخار استین و بودنتان در برنامه ما افتخار بود بر ما. ما خوب بینندای عزیز، در بسیاری موارد می خواهیم برنامه جالب شود، بعض شوخی ها و بعض وقت میشه که خدا اجازه میتیم با هم چون هنرمند بزرگ برخورد متفاوت داشته باشیم، اما تمامش از ناز و محبت و از اخلاص زیاد از در قبال شما. من متقابل است، من خودم دوست دارم. والا هر کسی که دمی هنر زحمت میکشه، این زحمت بر مردم ما میکشه که نمی مردم ما خوش باشن، یک سرگرمی داشته باشن، آرام باشن. اگر خواننده است آهنگ برشان ثبت میکنه، اگر رسامش برشان رسم میکنه، اگر هر هنری که آدم داشته، شما یک هنر را دارین که گویندگی بسیار نام خدا موفق، بسیار استوار. موفقیت شما را از تلویزیون توتی را، از ترایویژن، از همه مردم افغانستان ما از خداوند میخوایم. هموطنان گرامی، بیننده های عزیز، این بود برنامه این بار توتی باز با هنرمند گرامی، دوست داشتنی و ورزیده ما آقای نعیم پوپل. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیریم و یکی از هنرمندان سرشناس با خود می داشته باشیم، تمام شما عزیزان را به الله پاک و بی‌امتا می‌سپارم. شاد و موفق و کامگار باشین و خداوند حافظتان.